شورای مقاومت. طالبان با بازداشت‌های خسارانه زنان اقدگشایی می کنند. هموطنان گرامی، درود و سلام بر شما. شورای مقاومت طالبان با بازداشت‌های خسارانه زنان اقدگشایی می کنند. گروهی از چهره های سیاسی مخالف طالبان در خارج موسوم به شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی توسط طالبان را گستاخانه خوانده و گفته اند که این گروه با بازداشت‌های خسارانه تلاش میکنند اقدگشایی کند. در اعلامیه این شورا که امروز چهارشنبه 20 جدی منتشر شده آمده است که طالبان ارزش‌های گروهی و اجتماعی مردم افغانستان را زیر پا گذاشته و به مرور زمان محدودیت‌های بیشتری را علیه مردم کشور به ویژه زنان و دختران وضعه و آنان را از حقوق اساسیشان محروم کرده اند. در این اعلامیه آمده است این گروه در آخرین اقدام گستاخانه خود دست به بازداشت‌های خسارانه خلاف حقوق اساسی و سندهای اجتماعی زده و تلاش نموده است از این طریق اقدگشایی نماید. بر اساس گزارش‌ها اخیراً در کابل طالبان شماری از زنان و دختران جوان را به خاطر چگونگی پوشش بازداشت کرده اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که گروهی از زنان که دنبال ترویج بی‌حجابی بوده اند تنبیه شده اند. با ادعای او این زنان برای ساعتی در حضور خانواده‌هایشان در حوزه‌های امنیتی طالبان تحت تعقیب قرار گرفته و دوباره آزاد شده اند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان این کار طالبان را عمل شنع و در مغایرت با ارزش‌ها و رسوم مردم افغانستان، فرهنگ اسلامی و ارزش‌های بین‌المللی دانسته و گفته است که هر نوع تبعید و نقض حقوق زنان در کشور را غیر قابل قبول و مردود می‌داند. این شورا همچنین افزوده است که حقوق زنان را در افغانستان به عنوان یک موضوع حیاتی و مهم می‌شمارد و از سازمان ملل متحد و مجامع بین‌المللی می‌خواهد که این بخش از عملکرد غیر انسانی و خلاف موازین حقوق بشری طالبان را نیز در کنار سایر تخطی‌های حقوق بشری و جنایات این گروه در پرونده نقض حقوق بشری آنان نماید. بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی توسط طالبان واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. فعالان حقوق بشر این کار طالبان را محکوم و خواستار توقف بازداشت‌ها شده اند. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید.